مهدی الفتی موفق شد تو المپیک پاریس تاریخ سازی کنه و تبدیل به اولین ایرانی بشه که به فینال مسابقات ژیمناستیک رسیده. سلام خدمت همراهان. اولین روز رسمی المپیک پاریس با دنیایی از اتفاقات همراه بوده. از حواشی مراسم افتتاحیه تا مرگ یه مربی و محرومیت سنگین برای تیم فوتبال زنان کانادا. ورزشکارای ایرانی هم روز گذشته تو مسابقات حاضر شدن. مهدی الفتی به طور معجزه آسایی به فینال رسید و تاریخ سازی کرد. شمشیربازا حذف شدند. نوشاد عالمیان به مرحله بعد صعود کرد و ندا شهسواری حذف شد. تو این ویدیو همراه من باشین تا با هم آخرین اتفاقات المپیک 2024 رو مرور کنیم. اجرای سلندیون روی برج ایفل برنامه ویژه مراسم افتتاحیه بود. این اجرای زنده به شدت سر و صدا کرده، چرا که تا چند روز پیش حتی معلوم نبود که این ستاره دنیای موسیقی بتونه بخونه. سلن از 2 سال پیش درگیر بیماری بوده و تشدید این بیماری باعث میشه که عضلاتش فلج شند و نتونه حنجره خودش رو کنترل کنه. میلیاردها نفر اجرای زنده سلین دیون رو تماشا کردن و اجرایی بعد از 4 سال و حسن ختام افتتاحیه پرسر و صدای پاریس 2024. مسیحیان متعصب از تمام نقاط جهان به بخشی از مراسم افتتاحیه المپیک 2024 معترض شدند. تو بخشی از این مراسم شام آخر با حضور مردان زنپوش و گروهی از طرفداران LGBT اجرا شد. شام آخر اثری از لئوناردو داوینچیه که روز آخر زندگی عیسی پیامبر مسیحی‌ها رو به نمایش کشیده و تو این اجرا یه مرد زنپوش در نقش عیسی مسیح ظاهر شده. مسیحی‌ها به شدت به این موضوع معترض شدن و این کار رو توهین تلقی کردن و حتی از ورزشکارا خواستن که به این موضوع واکنش نشون بدن. اگه از دیدن این سبک محتوا لذت می‌برین، ویدیو رو لایک کنین. ستاره‌های تنیس جهان تو روز اول درخشان ظاهر شدند. نوواک جوکوویچ و کارلوس آلکاراز، دو نفر برتر رنکینگ جهانی، مسابقه اولشون رو بردن و ایگای شویانتک نفر اول زنان هم با برد استارت زد. تو مسابقات تیمی مردان هم تیم خفن رافائل نادال و کارلوس آلکاراز با برد شروع کردند. تو بسکتبال هم همه منتظر رونمایی از تیم پرستاره آمریکا هستند، تیمی که تو بازی اولش مقابل صربستان قرار میگیره، تیمی با حضور سوپر استارای مثل استفن کری، لبران جیمز، کوین دورانت و کلی ستاره دیگه. فرانسوی‌ها تو مسابقات راگبی مردان به قهرمانی رسیدن تا برنده اولین عنوان تیمی المپیک پاریس باشن. خبر داغ دیگه محرومیت سنگین تیم ملی فوتبال زنان کانادا بود. این تیم به جاسوسی با پهباد از تمرین نیوزلند متهم بود و در نهایت با تصمیم فیفا کانادایی‌ها با کسر 6 امتیاز مواجه شدند. جریمه نقدی 226 هزار دلاری و محرومیت 1 ساله هم برای سرمربی و دستیارانش در نظر گرفته شده. کانادا مدافع عنوان قهرمانی بوده و بازی اولش رو هم از نیوزلند برده. دیروز خبر فوت سرمربی تیم بوکس ساموا هم منتشر شد. فاتو پایتا مربی این تیم تو 60 سالگی و به خاطر سکته قلبی تو دهکده المپیک فوت شد. فاطمه مجلل نماینده ایران تو روینگ به مرحله شانس مجدد رسید. تو ژیمناستیک و مسابقات پرش خرک مهدی الفتی به داوری معترض بود و در نهایت با اختلاف حداقلی تو جایگاه 8 قرار گرفت و به فینال رسید. الفتی اولین ژیمناستیکار ایرانیه که به فینال المپیک میرسه و هفته آینده تو فینال قرار حضور داشته باشه. تو شمشیربازی محمود فتوحی و محمد رهبری تو اولین مسابقه خودشون شکست خوردن و حذف شدن. علی پاکدامن هم با بردن بازی اول تو مسابقه دوم شکست خورد و حذف شد. تو تنیس روی میز نوشاد عالمیان تو بخش انفرادی مردان حریف خودش رو شکست داد و به مرحله بعد رسید.
ندا شهسواری هم تو بخش انفرادی زنان توی رقابت جذاب مقابل حریف خودش باخت و از دور مسابقات کنار رفت. این آخرین حضور شهسواری 38 ساله تو المپیک بود. نظر شما در مورد مسابقات المپیک پاریس 2024 چیه؟ تا اینجا این مسابقات رو چطور دیدین؟ حتما نظر خودتون رو برام کامنت کنین و منتظر ویدیوی جذاب بعدی دانستنی یونیک از حواشی جذاب المپیک پاریس در روزهای آینده باشین.